ربنا إنا تبنا فاعف عنا وارحم ربنا واغفر لنا وارأف بنا نسلم أنت الخالق المعتمد أنت الوحيد والأحد أنت البارئ والصمد يا مقصدي ومسددي كلما قلنا تبنا دوما عدنا للذنب ربنا تب علينا يا قابل للتاب واعطينا قلبا خاشعا وارزقنا علما نافعا واهدينا نورا ساطعا يا سيدي بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث عبارت است از اتحاد و همبستگی که یک دیگر از شاخصهای جامعه اسلامی است و در واقع یکی از فضائل اخلاقی است که فرد مسلمان در تعامل با نظام اجتماعی و جامعه خود باید رعایت اون را بکند. در ارتباط با اتحاد و همبستگی به عنوان پیش سخن و مقدمه بحث جای شک نیست که وحدت و اتحاد برای همه ما بسیار جاذب و دلگشاست و در واقع وحدت از باب تشبیه همان نخ دانه تسبیح هست که اگر دقت بکنیم چطور دانه های تسبیح و مهره ها را در کنار هم نگهداری می کند و یک ارتباط منظمی در میان اونها برقرار می کند، اونها را از پراکندگی و عرض کنم گم شدن و امثال اینها حفظ می کند. اگر اون نخ نباشد، اگر این حالت وحدت و اتفاق در میان جامعه نباشد، به صورت طبیعی انسجام از بین خواهد رفت و بسیاری عرض کنم از بدبختی ها دامنگیر جامعه خواهد شد. بدون شک بسیاری از پیروزی ها و عبور از دست انداز ها و عبور از صعب العبور ها برای بسیاری از جوامع در صورت مقدور هست که اتفاق و وحدت داشته باشند. وحدت عامل بسیار مهمی است که بسیار از دشواری ها عرض کنم از بین برود و بسیار از ناممکن ها برای انسان ممکن بشود. ما و شما باز از باب تشبیه اگر در نظر بگیریم سدهایی که امروزه در گوشه و کنار دنیا ساخته شده است، میبینیم که این سدها که مبدع یا مولد بزرگترین عرض کنم نیروهای صنعتی است و همین سد میتواند عرض کنم بخش بسیار بزرگی از زمین را عرض کنم تحت پوشش خود قرار بدهد و روشنایی و آبیاری اون را متکفل بشود، با اینکه اگر مبدأ این صد را و نقطه آغاز اون صد را ما و شما در نظر بگیریم میبینیم که چیز جز دانه های باران نبوده است. همین مجموعه دانه های باران در پرتو وحدت وقتی در کنار هم قرار گرفتن، البته با تدبیر و درایت انسان و با مدیریت خوب انسان و در یک جا جمع شده ان، میبینیم که چی مقدار نیروی فوق العاده را باعث می شود و تولید می کند. دقیقا در جوامع اسلامی و در تمام جوامع هم اگر حالت اتفاق حکم فرما باشد، اگر همسویه و همدلی در میان اونها حاکم باشد، این نیروهای کم و ضعیف وقتی در کنار هم قرار بگیرن، میبینیم که براحتی میتوان کوه ها را هم از جایشون تکان بدهند. در هر صورت اولین بحثی که اینجا مطرح هست معناشناسی وحدت و اتفاق هست، با اینکه وحدت و اتفاق عرض کنم محضر مبارک شما معنای روشن و آشکاری دارد و برای همه ما و شما تا حدود روشن هست، ولی در هر صورت از بعضی جهات احیاناً برای ما و شما دچار ابهام هست. وحدت و اتفاق و عرض کنم تفاهم و انسجام و هماهنگی و همکاری و همگرایی و همدلی و تمام اینها در واقع تعبیرات هستند که
از وحدت و از اون اتفاق اجتماعی تعبیر می شود و به کار گرفته می شود. این کلمه در علوم خاص ممکن است معانی اصطلاحی خاصی داشته باشد. اگر این را شما مثلا در عرفان ببرید، در فلسفه ببرید، نمیدانم عرض کنم در علوم دیگر ببرید، ممکن است معانی خاصی برداشت بشود. ولی وقتی در اینجا ما سخن از وحدت میرانیم و سخن از وحدت و اتفاق گفته میشود، مقصود از وحدت و اتفاق این نیست که بالاخره رنگهای مختلف در جامعه نباشد، زبانهای گوناگون نباشد، یا قومیتهای گوناگون نباشد، یا اصلا رقابتها را ما و شما 100% از بین ببریم، تضارب اندیشه را نابود بکنیم، یا عرض کنم خدمت با سعادت شما اقلیتها از عقاید خود دست بردارند، این که عرض کنم در میان فرق مختلف اسلامی یا در میان فرق مختلف داخل یک کشور و طرفداران ادیان گوناگون وحدت باشد، هرگز به معنای این نیست که همگی از جهت اعتقادی، قومی، نژادی و زبانی یکی بشوند. همچه چیزی نممکن هست و نه عرض کنم محضر مبارک شما با آرمانهای اسلامی در تضاد هست. اصولا خود قرآن اختلاف رنگها و نژادها و زبانها را به رسمیت شناخته است و اون را از نشانه های خدای سبحان می داند. بنابراین وقتی صحبت از وحدت و اتفاق می شود، مقصود این هست که گروه های مختلفی که در درون یک جامعه زندگی می کنند، از قومیت های مختلف، از نژادهای گوناگون، از زبان های گوناگون و از مذاهب و ادیان مختلف، اینها باید عرض کنم در مقابل دیگران و خصوصا اگر دشمن مشترک داشته باشند، اختلافات غیر معقول خود را از بین ببرند و اختلافات خود را مدیریت بکنند، با تبادل اندیشه عرض کنم اختلافات خود را مهار بکنند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم خلاصه بندی بکنیم معنای وحدت را، مقصود از وحدت اتفاق این هست که در درون یک کشور زندگی مسالمت آمیز حاکم باشد، حسن معاشرت باشد و از منافع مادی و معنوی هم دیگر تمام افراد حمایت بکنند و فرق اسلامی هم کیان اسلام را لحاظ بکنند و در مجموع در اقدامات خود، در سیاست گذاره های کلی خود، در حرکات دست جمعی خود، در نوشته ها و اظهارات خود به نحو رفتار بکنند، تبلیغ بکنند و حرکت بکنند که نفع همگانی و خیر همگانی و تمام امت را مد نظر قرار بدهند. و این مهمترین نکته است که در وحدت مورد نظر میتوان ارائه کرد. در هر صورت این نوع وحدت و اتفاق که در بطن خود اختلاف را هم دارد، در بطن خود تضارب افکار را هم دارد، در بطن خود عرض کنم فکر آزاد را هم دارد و عرض کنم رقابت را هم در درون خود میپذیرد، مورد حمایت قرآن کریم هست. و قرآن در این راستا یک سلسله آیاتی دارد که مستقیم روی این موضوع رفته است و بسیار از تعبیرات دیگری در قرآن کریم به کار رفته است که جایگاه و اهمیت این بحث را روشن میکند. قرآن در موارد تعبیر به تعاون دارد، در موارد تعبیر به اصلحه دارد، اصلاح بین الناس دارد، الف بینهم دارد، امتا واحده دارند، امتا وسطا دارند، تعبیر به حزب الله دارند، تعبیر به اخوه دارند و عرض کنم محضر مبارک شما مجموعه تعبیرات از این قبیل در قرآن کریم بسیار زیاد هست که همگی به یک معنا گویای اهمیت و جایگاه وحدت در میان مسلمان هاست. اللهم اینی اسألك من نورك بأنوره و کن نورك نیر. اللهم اینی اسألك من نورك کن. و از اون مهمتر یک سلسله مفاهیم اخلاقی که قرآن کریم به رسمیت شناخته است که در ادامه هم به بخش از اون اشاره خواهم کرد، مثل این که تجسس نکنید، پشت سر هم دیگر غیبت نکنید، بدگمانی نکنید، به هم دیگر احترام بگذارید، تا
تمام اینها رو وقتی ما در نظر بگیریم به یک معنا زمین ساز وحدت و اتفاق در جامعه هست. اما آیات قرآن کریم در این راستا سوره مبارکه آل عمران آیه 103 را ببینید که به صراحت می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ای مسلمان ها بر ریسمان خداوند همگی چنگ بزنید و متفرق و پراگنده نشوید. ولا تفرقوا خودش نهی صریح در این هست که مسلمانان نباید حالت پراگندگی داشته باشند. و این که مراد از حبل الله چه هست، هرچند در میان مفسرین اختلاف هست ولی بر اساس تمام برداشت ها یکی از معیارهای وحدت در این آیه شریفه بیان شده است. بعضی ها فرمودن مقصود قرآن کریم هست، بعضی ها فرمودن مقصود رسول خدا هست، بعضی ها فرمودن مقصود از رسمان خدا دین اسلام هست. هر چی باشد اگر معیار قرآن کریم باشد، معیار رسول خدا باشد، یا مراد در حبل الله مثلا دین اسلام باشد، چنگ زدن به هر یک از اینها وحدت آفرین هست. معیار وحدت، محور وحدت و اینکه بر چه اساسی دیگران با هم هماهنگی بکنند در این آیه شریفه به خوبی بیان شده است. باز در قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه 46 داریم که واطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که با هم نزاع نکنید به صراحت می‌فرماید که نزاع کردن سوس شدن شما را در پی دارد، شوکت شما از بین خواهد رفت، عزت و اقتدار شما از بین خواهد رفت و مردمی عقب مانده خواهید شد. فتفشلوا و تذهب ریحکم. در سوره مبارکه حجرات آیه 10 قرآن کریم می‌فرماید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. در یک اعلان عمومی قرآن کریم می‌فرماید همه مؤمنان با هم برادر هستند. چطور برادر با برادر دیگر نقطه های اشتراک فراوانی دارد و با هم متحد هستند، شما باید با هم اینطوری باشید. و بعد دستور می‌دهد فاصلح بین اخویکم، و اگر در موارد شاهد اختلاف نزاع هم بودید حتما در میان خود اتحاد و اتفاق را ایجاد بکنید. مهمتر از تمام این آیات به نظر می رسد جریانی جناب موسی علیه السلام و هارون سلام الله علیه باشد که در قضیه سامری پیش آمد که قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم زلو، وقتی جناب موسی علیه السلام به کوه طور رفت بعد از اون جریان سامری پیش آمد و امت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل گمراه شدند و به شرک و بت پرستی روی آوردند، حضرت موسی علیه السلام بعد از 40 روز برگشت نزد قومش این حالت را دید، به صورت طبعی پیغمبر خدا بسیار ناراحت شد، رو کرد به برادرش جناب هارون و با شدت زیاد عرض کنم خدمت باسعادت شما هارون را مورد بازخواست قرار داد که جناب هارون خطاب به برادرش فرمود یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، از روی نوازش و به خاطر تحریک عاطفه طرف فرمود پسر مادرم از ریش من نگیر، از سر من نگیر، گو این که جناب موسی علیه السلام از فرد ناراحتی از موی جناب هارون گرفته بود و میخواست طرف را بکشد که این نهایت عصبانیت و ناراحتی را میرساند. بعد فرمود این خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، جناب هارون اینطوری استدلال کرد که من توانم نمیکشید، اگر من اقدام میکردم و اختلاف در میگرفت شما میفرمودید چرا صبر نکردید، چرا انتظار نکشیدید، چرا اصلاح نکردید، من به خاطر خوف اختلاف در میان بنی اسرائیل و احیانا وقوع درگیری و خونریزی دست از این کار کشیدم و مانع اونها از بت پرستی نشدم. شما اگر تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی جلد 7 صفحه 202 را ببینید ایشون همین برداشت را اینجا دارن و عرض کنم خدمت با سعادت شما میفرماید که فاعتذر بما مثله یقبل، جناب هارون عذر را مطرح کردن که عذرش قابل قبول هست. علامه طباطبایی در المیزان جلد 14 صفحه 194 در ذیل آیه میفرماید
عذر را که جناب هارون ارائه کردن حضرت موسی پذیرفت، نه تنها پذیرفتن بلکه برای هر دوی خود دعا هم کردن که رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، که در سوره مبارکه اعراف آیه 151 مطرح شده است. بنابر این وقتی این آیه شریفه و البته در کنار این بسیار از آیات دیگر قرآن کریم را ببینیم و مفاهیم اخلاقی که قرآن کریم بر آنها انگشت گذاشته است، به خوبی روشن می شود که یکی از ارزش‌های بنیادی و اساسی و محوری اجتماعی و این که هر مسلمان در زندگی خود پابند باشد، پرهیز از اختلاف و همدلی و عرض کنم و اتفاق و رعایت برادری و مواسات با سایر مسلمان ها در جامعه هست. روایات را هم اگر ما و شما ببینیم، در روایات هم کمتر از آیات قرآن کریم روی این موضوع صحبت نشده است. روایات بسیار زیاد هست و شاید بتوان گفت که فقط در نهج البلاغه امام علی علیه السلام در این راستا در حد مستفیض راجع به وحدت و اتفاق سخن رانده شده است. و در بعض خطبه های نهج البلاغه حضرت امیر می فرماید که نعمت وحدت و اتفاق نعمتی است که مردم اصلا قدر اون رو نمی شناسند و نمی توانند عظمت و عمق و ارزش اون رو درک بکنند. خود حضرت امیر علیه السلام به عنوان بزرگ منادی و عامل وحدت، وقتی میبینیم با این که خودش را در مسئله امامت و جریان خلافت برحق میبیند، به خاطر لحاظ وحدت امت اسلامی و پرهیز از اختلاف و کدورت، در ظاهر حالت معاشات و همگرایی را با سایر مسلمین و خصوصا خلفا در پیش میگیرد. حضرت بر اساس نقل ابن ابی الحدید در نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 283 فرماید: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. این را در زمان خلافتش فرمودند که از روز رحلت رسول خدا تا به امروز بیش از دو دهه من مظلوم بودم. و بعد حضرت می فرماید در جای دیگر: و ایم الله لولا مخافت الفرقت بین المسلمین لکنا علا غیر ما کنا لهم علی. باز در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 307 که می فرماید اگر خوف تفرق میان مسلمان ها نبود، رفتار ما غیر از آن چیزی بود که تا آن شما شاهدش بودید. بالاخره خود این صبر کردن حضرت در این دوران طولانی، دوران بسیار سختی بود برای حضرت. انحرافات رو میدید، کجروی ها رو میدید، مصیبت هایی که عرض کنم بر مسلمانان میرفت و از اون مهمتر نادیده گرفتن دستور صریح خداوند گذشته از حق شخصی حضرت چیزی نبود که برای اون بزرگوار سنگین نباشد. لذا میفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبا، که حضرت در نهج البلاغه خطبه 3 این فرمایش را دارد که من صبر کردم در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم بود و می دیدم که چگونه حق و میراث مرا به غارت می برند. باز حضرت در یک نامه به ابو موسی اشعری راجع به حکمیت وقتی می نویسد، اونجا یک جمله دارد که ولیس رجل احرص علی جماعت امت محمدین صلی الله علیه و آله و سلم و الفتها منی. حضرت می فرماید من مرد را حریص‌تر از خودم در خصوص وحدت و اتفاق میان امت محمد سراغ ندارم، حریص‌ترین اونها بر وحدت امت محمد من هستم. ابتغی بذالک حسن الثواب و کرم المآب، و هدف من و انگیزه من هم از این کار و التزام به این ارزش ثواب خدای سبحان و حسن عاقبت هست. عرض کردم در این راستا روایات بسیار زیاد هست و از آیات روایات مهمتر به نظر میرسد که عقل امروزی بشر به راحتی میتواند جایگاه این مسئله و اهمیت این مسئله و موقعیت این ارزش در میان سایر ارزش ها را به خوبی بفهمد و درک بکند. با توجه به اینکه از نظر عقلی دفع ضرر محتمل واجب هست، اگر ما و شما عواقب اختلاف را ببینیم که میبینیم اختلاف
خطر شکست دنیوی و اخروی رو در پی دارد، موجودیت انسان رو تهدید میکند، موجودیت جامعه رو تهدید میکند، اساس ارزش ها ممکن است از بین برود، بسیار از خون ها ممکن است ریخته بشود. وقتی این عواقب را انسان درک بکند، عقلش به راحتی میفهمد که به خاطر دفع این ضررها حتما باید وحدت و اتفاق رعایت بشود. به همین جهت هست که هم از جهت قرآن و هم از جهت سنت و هم از جهت عقل، یکی از مسلمات اخلاقی و فقهی ما و شما عبارت است از اتفاق و وحدت و امنیت اجتماعی. اللهم انی اسألک من رحمتک بأوسع ما وكل رحمتک واسعا. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. در خصوصی اقسام وحدت، این که وحدت چه اقسام را میتواند داشته باشد، گاهی ممکن است وحدت را در سطح جوامع بشری مطرح بکنیم، یعنی کل انسان ها با هم اتفاق داشته باشند. گاهی ممکن است این وحدت در سطح پایین تر میان ادیان ابراهیمی باشد و گاهی ممکن است این وحدت در میان فرق اسلامی قابل تصویر باشد که این بخشش بیشتر مهم هست، خصوصا در دنیای عرض کنم فعلی جهان اسلام که این بخش بسیار اهمیت پیدا کرده است. و البته متاسفانه در کشورهای منطقه گذشته از بحث عرض کنم اتحاد و وحدت مذاهب، اقوام و اهل زبانهای مختلف هم اهمیت بسیار فراوانی دارد. در هر صورت وقتی ما و شما روایات و آیات را ببینیم، یک سلسله محورهای برای وحدت هم در نظر گرفته شده است. بالاخره وحدت باید شاخص داشته باشد. یک نقطه اشتراک و وصل ضروری هست. نقطه اشتراک و وصل در میان مسلمان ها عبارت است از توحید، عبارت است از دین اسلام، عبارت است از قرآن کریم، عبارت است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دوستی اهل بیت علیهم السلام و قبله واحد و همچنین مراسم عبادی حج. اینها چیزهایی است که می تواند به عنوان نخ و محور وحدت اسلامی مطرح بشود و البته خود وحدت اسلامی همچنانی که در اسنا هم عرض کردم یک سلسله آثار خاص را هم در پی خواهد داشت که مهمترین اون امنیت جوامع هست، مهمترین اون عزت و اقتدار اسلام مسلمین هست و شاید از همه هم مهمتر رشد و توسعه جامعه اسلامی است که بدون شک هر نوع توسعه و پیشرفت و ترقی، مبارزه با فقر، انتقال اسلام به نسلهای آتی، معرفی اسلام به سایر ملل، بدون یک ملت قوی و کشور قوی و امنیت وحدت میسور و مقدور نخواهد بود. اما اینکه برای اینکه در چارچوب این معیارها و بر اساس این معیارها مسلمان ها بتوانند وحدت و اتفاق داشته باشند، یک سلسله شرایط هم ضروری هست که در میان اینها دو تا شرط را من محضر شما عرض میکنم. اولین شرط عبارت است از رعایت عدالت در جوامع اسلامی. اصل برابری و عدالت درست است که در بسیار از موارد سخت و سنگین هست، ولی زمینه اصلی وحدت و اتفاق رعایت عدالت هست، همچنانی که ظلم و تبعیض زمینه بسیار از بدبختی ها و اختلاف را فراهم خواهد کرد. لذا تا اون جایی که شرع و اخلاق اجازه می دهد باید از تبعیض در حقوق شهروندی میان همه عرض کنم افراد امت دست برداشت، از تبعیض طبقاتی دست برداشت و از تبعیض نژادی و زبانی و قومی هم فاصله گرفت. اینها هستند که سبب اختلاف هست، اینها هست که آتش اختلاف را در میان امت روشن میکند. دومین چیزی که بیشتر وظیفه علماست و مهم هم هست عبارت هست از همسان سازی و نزدیک سازی مفاهیم اخلاقی و دینی است. بالاخره این ارزش ها را همگی را باید در کنار هم و مثل دانه های شانه در کنار هم مقایسه کرد، اهم و مهم کرد و یک نوع استنباط دقیق مناسب با روح اسلام باید صورت بگیرد. این که فرد خاصی یا گروه خاصی
فقط مثلا بحث براءت و لعن و سب رو مثلا برجسته بکنن، این که مثلا گروه خاصی در جامعه اسلامی حزب خاص را یا شخص خاص را بیشتر علم بکنن، زبان خاص را بیشتر علم بکنن، یا قوم خاص را یا منطقه خاص را علم بکنن، اینها چیزهایی است که ناخودآگاه زمینه اختلاف را فراهم خواهد کرد. درست است که ما براءت داریم، درست است که ما و شما حقوق ایمانی و برادری ایمانی داریم، درست است که ما و شما حق و باطل داریم، امر به معروف و نهی از منکر داریم، ولی در کنار اینها رعایت حرمت مؤمن داریم، در کنار اینها یکی از ارزش‌های مسلم حفظ وحدت اجتماعی هست. لذا ما و شما در برداشت از مفاهیم اخلاقی اسلام و تبلیغ آنها در نوشتار و گفتار ببینیم که اسلام چه مقدار در قلمرو اخلاق یک سلسله ارزش‌های را تعبیه کرده است که نتیجه اش وحدت امت خواهد بود. مثلا دعوت به تقوا، دعوت به مبارزه با خودخواهی، دعوت به عرض کنم صداقت، دعوت به احترام متقابل، دعوت به حسن ظن، دعوت به تحمل و مدارا، و اینکه وفای به عهد داشته باشیم، اینکه از رذایل مثل تعصب، مثل حسد، مثل اهانت و مثل انحصار طلبی، تبعیض، تهمت و کینه و امثال اینها فاصله بگیریم، اگر این رذایل را با اون فضائل مقایسه بکنیم، میبینیم نتیجه همگی اینها چیزی جز همون انسجام و وحدت اسلامی و تحقق امنیت در جامعه چیز دیگر نخواهد بود. حداقل یکی از حکمت‌های این تشریع و این مفاهیم همین راحت زندگی کردن بشر و بشریت هست. نکته مهم دیگر راهکارهای وحدت هست. از چی راهکارهای عملی میتوان برای وحدت عرض کنم خدمت با سعادت شما مطرح کرد که باز از نظر بنده این کار تخصصی است و تناسب هر زمان هر موقعیت به تناسب هر جامعه میتوان راهکار عملی را کرد به صورت کلی. خود تحکیم مشترکات که مشترکات همیشه نقطه وصلی عرض کنم مردمانی هستند که با هم اختلاف دارند، که این عرض کنم اشتراکات را در اثنای بحث برای شما تا حدود معرفی کردم، اشتراکات امت اسلام را. اینکه اگر انتقاد هم از باورهای طرف مقابل داریم در حد توان اهانت نکنیم، و اینکه از تعصب لجوجانه دست برداریم، و اینکه خود وحدت اسلامی را فرهنگ سازی بکنیم، وحدت در میان مردم را تبلیغ بکنیم. و عرض کنم خدمت با سعادت شما بسیار از چیزهای دیگر را که میتوان به این من راهکار عملی معرفی کرد. و البته امروز در سطح جهان اسلام واقعا اهل بیت علیهم السلام همچنان میتوانند حلقه وصل همه فرق باشند، و این که اهل بیت چه نقش و جایگاهی میتواند داشته باشد وقت بیشتر از این را اجازه نمیدهد. مستحضر عمد اختلافی که امروزه در کشورهای اسلامی وجود دارد، یکی از قلمروهای اختلاف خود برداشتهای فقهی مختلف هست. با توجه به اینکه مبانی برادران اهل سنت به اونها اجازه میدهند که بر اساس فقه اهل بیت عمل بکنند، همچنانی که بسیار از بزرگان معاصرشون هم در مصر و غیر مصر فتوا دادن، لذا اگر در تمام کشورهای اسلامی حداقل کاری که میتوان کرد این است که فقه اهل بیت به رسمیت شناخته بشود برای اتباع اهل بیت، و بالاتر از اون با توجه به اینکه مبانی اونها اجازه میدهد در حوزه تقنین اصلا الگو قرار بگیرد، و این بسیار از اختلافات را از میان امت سلب خواهد کرد. اما در قلمرو زعامت سیاسی و اجتماعی و اینکه شیعیان رهبر را و عرض کنم امام عرض کنم مسلمانان را از اهل بیت می دانند و سایر فرق اسلامی اون را قبول ندارند، با توجه به اینکه این قضیه گذشته هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما مربوط به زمان گذشته هست، امروزه برای اهل سنت خصوصا با توجه به اینکه امامت را از فروع دینشون می دانند اهمیت خاص ندارند. یعنی بر اساس مبانی اهل سنت اگر شیعیان معتقد به خلافت شیخین هم نباشند،
گناهی نکرده اند. اگر درست هم بوده است مال همون زمان بوده است، اگر باطل هم بوده است مال همون زمان بوده است، که بر اساس باور پیروان اهل بیت این کار کاری نادرستی بوده است. در هر صورت قضیه تاریخی بوده است. امروزه می توانند امت اسلام بر محور فقه اهل بیت علیهم السلام و مودت اونها جمع بشود. همچنانی که عرض کنم خدمت باسعادت شما، چشمنداز آینده امت اسلامی هم زمینه ساز وحدت بسیار زیادی دارد. این که در آینده از نسل پیغمبر اسلام حضرت مهدی علیه السلام خواهد آمد و رهبری امت را در دست خواهد گرفت، باز اتفاقی در میان همه مسلمان هاست، هرچند ممکن است در ولادت حضرت اختلاف باشد. لذا یکی از راهکارهای وحدت در جوامع اسلامی گسترش مودت اهل بیت و پیروی از فقه اهل بیت علیهم السلام خواهد بود. امیدوارم که خدای سبحان این ناهنجاری ها و این اختلافات و خونریزی ها را از میان امت اسلام به زودی برطرف نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله یا الله، الله سبحان الله.